تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا اندروید بهتر از iOSه. پس با ما همراه باشین. اندروید و iOS از همون اول با هم رقابت تنگ و تنگی داشتن. البته این رقابت همیشه به نفع ما تموم شده، اما بازم سر اینکه کدوم یکی سیستم عامل بهتریه بحث و دعوا بوده. البته اگه بی‌طرف به قضیه نگاه کنیم، از بعضی جهات اندروید سیستم عامل برتری بوده. میپرسین از کدوم جهات؟ تو این ویدیو بهتون میگیم. پس اگر ویدیو رو توی یوتیوب نگاه میکنید، یادتون نره کانال دیجیاتون رو هم سابسکرایب کنید. حالا بریم سر وقت اون دلیلا که گفتم. دلیل اول تنوعه. تنوع از این نظر که شما چندین و چند شرکت مختلف جلوی خودتون دارید که گوشی‌های اندرویدی می‌سازن. پس اگر از یه برندی خوشتون نمیاد، میتونید برید سراغ یکی دیگه. تنوع برند که توی دنیای اندروید ازش صحبت می‌کنیم، چند تا مزیت دیگه هم داره. مهمترینش بازه قیمتی گسترده است. یعنی شما با هر بودجه‌ای بالاخره می‌تونید یه گوشی هوشمند داشته باشید و نیازی نیست حداقل $400 برای آیفون 9 هزینه کنید. خب الان شاید بپرسید مزیت دیگه تنوع برند چی می‌تونه باشه؟ مزیتش توی رابط کاربری و امکاناتیه که ممکنه مختص یه برند خاص باشه. اندروید یه پلتفرم اوپن سورسه و هر شرکتی میتونه ازش استفاده کنه. از سامسونگ کره‌ای گرفته که بزرگترین تولید کننده موبایل دنیاست، تا همین جلیکس خودمون که توی ایران فعال و تعداد کمی گوشی ارائه میده. پس هر شرکتی میتونه اونو هر جوری که دوست داره نشون بده. یعنی رابط کاربری متفاوت، امکانات متفاوت و کلی قابلیت دیگه. حالا اگر از این همه شلوغی و انتخابم خوشتون نمیاد، بازم راه حل براتون وجود داره. اون راه حل هم اسمش اندروید وانه. خیلی از شرکت‌ها مثل همین نوکیا معمولاً هیچ تغییر خاصی توی رابط کاربری اندروید خام نمیدن و شاید گوشی‌هاشون رو با یکی دو تا تغییر جزئی به دست شما برسونن. پس دستتون برای انتخاب بازه. حالا شاید از یه برند خوشتون بیاد ولی از رابط کاربری زیاد راضی نباشید. اون وقت چی؟ اینجاست که اندروید با بازگذاشتن دستتون توی شخصی سازی محیطش حسابی از iOS پیشی میگیره. شما میتونید خیلی راحت لانچر جدید با آیکون پک های متنوع دانلود کنید و بدون اینکه گوشیتون رو روت کنید ظاهرش رو عوض کنید و اونجوری که دوست دارید بکنیدش. چینش آیکون برنامه هم دست خودتونه و حتما نباید بر اساس چیزی که شرکت سازنده میگه برنامه‌تون رو مرتب کنید. تازه میتونید علاوه بر برنامه‌ها چیزهای دیگه هم روی صفحه هومتون داشته باشید و حتی گاهی میتونید پاتون رو از اینم فراتر بذارید و کل رام گوشیتون رو عوض کنید. موضوع دیگه قابلیت افزایش حافظه جانبیه. شاید این قضیه تو نگاه اول خیلی به چشم نیاد، اما یکی از برتری‌های اندروید و کلاً کل گوشی‌های اندرویدی پشتیبانی از کارت حافظه جانبیه. ارزان‌ترین آیفون‌های فعلی با 64 گیگابایت حافظه داخلی عرضه میشن و اگه حافظه‌تون پر شه عملاً کارتون تمومه، مگه اینکه 100 یا $150 بیشتر بدین تا یه دونه با 256 گیگابایت حافظه داخلی بخرید. ولی این مشکل اصلا برای اندروید وجود نداره، چون خیلی راحت میتونین یه کارت حافظه مثلا 512 گیگابایتی بخرین و هر چی می‌خواین رو توی گوشیتون ذخیره کنین. البته خدمات ابری هم برای ذخیره‌سازی هم هستا، اما پرداخت دلاری راحت نیست و خود دلار هم که دیگه اصلا گفتن نداره. نکته مهم دیگه ای هم که وجود داره باز بودن دست شما توی دانلود برنامه از فروشگاه‌ها یا وبسایت‌های ثانویه است. اندروید برخلاف iOS شما رو محدود نکرده و برنامه‌هاتون رو می‌تونین از هر جایی که دوست داشتین دانلود کنید. این قضیه مهمه چون ممکنه یه سری برنامه‌های پلی استور توی منطقه جغرافیایی خاص در دسترس نباشه، ولی شما خیلی راحت میتونید از یه جای دیگه دانلودش کنید. این قضیه خصوصا برای برنامه‌های ایرانی خیلی خیلی حیاتیه، چون اگر روزی گوگل هم بخواد راه اپل رو بره و برنامه‌های ایرانی رو از گوگل پلی حذف کنه، راحت میتونید از بازار و مایکت دانلودش کنید. یکی از بهترین برتری‌های اندروید به iOS رایگان بودن اکثر برنامه‌هاست. خیلی از برنامه‌هایی که تو iOS پولیان رو می‌تونید رایگان از پلی استور دریافت کنید. دلیلش اینه که ساید لود کردن یا همون دانلود از مارکت‌های متنوع و کرک کردن و هک برنامه توی اندروید انقدر ساده است که توسعه دهنده ترجیح میده برنامه رو رایگان در اختیار کاربر بذاره و بجاش از طریق تبلیغات درآمدزایی داشته باشه. البته تبلیغات زیاد می‌تونه روی اعصاب باشه، ولی خوبیش اینه که برنامه‌ها اکثرا رایگانن. بر اساس داده‌هایی که سایت استاتیستا منتشر کرده، به طور میانگین 96% برنامه‌های اندروید رایگانن، در حالی که این عدد برای iOS به 90% یا 92% میرسه. سرویس‌های گوگل یکی دیگه از دلایل برتری اندروید به iOSه. می‌پرسین چه جوری؟
ببینید، درسته که شما میتونید همه برنامه و سرویس های گوگل رو روی سیستم عامل iOS هم نصب کنید، اما تجربه کاربری و هماهنگی اونا با هم هیچ وقت به پای خود اندروید نمیرسه. واسه خیلی از ویژگی های این سرویس ها و برنامه ها هم کلا اول برای اندروید منتشر میشه. مثلا گوگل اسیستنت، دستیار صوتی گوگل خیلی از سیری جلوتره و به همین دلیل کار باهاش هم ساده تر و بهتره. جالبه بدونید که وبسایت زدینت اومده این دوتا رو با هم مقایسه کرده، بعدش به این نتیجه رسیده که گوگل اسیستنت 92.9% سوالای کاربرا رو درست جواب میده، در حالی که این رقم برای سیری 83.1%. باتری‌های آیفون توی نسل‌های جدیدشون خیلی بهتر و حجیم‌تر شدن و بیشتر از قبل دوام میارن، اما این داستان توی اندروید و گوشی‌های اندرویدی کمتر دیده میشه و مثلا گلکسی M31 یه باتری 6000 میلی آمپر ساعتی داره که احتمالاً 2-3 روز دوام بیاره. تازه حداکثر سرعت شارژ توی دنیای اندروید خیلی بالاتره و گوشی مثل اوپو رینو ایس با شارژر 65 واتی عرضه میشه، در حالی که آیفون 11 پرو حداکثر از 18 وات پشتیبانی می‌کنه. اینم از برتری‌های اندروید نسبت به iOS. اگه شما هم برتری‌های دیگه‌ای توی ذهنتون دارین برامون توی کامنت‌ها بنویسین. سابسکرایب کانال یوتیوب دیجی آتون هم فراموش نکن.